پود گوسفندی و دامی رو نمیتونی همینجوری استفاده کنی. این ویدیو مخصوص اون دسته از عزیزانی هستش که میخوان نتیجه زحماتشون رو ببینن. دوستان، همون کود گوسفندی بدپوچ همه فرار میشردن از کنارش، حالا شده یه غذای کامل برای خاک. مشخصات کود حیوانی پوسیدی شده رنج تیره و بویی شبیه به خاک هستش، نشوندنی کود حیوانی خوب پوسیدی شده و فراوری شده هستش. اینو پای درخت های میوه چه بریزی، محصولت برای سال آینده دو برابر میشه. پس از اون بوی جند رسیدیم به یک غذای کامل برای خاک. میدونستی فقط در طول چند ماه میتونی این کود گوسفندی یا کود دامی رو تبدیل به طلای کشاورزی کنی؟ اگه این کود رو همینجوری بدون فراوری بریزی پای درختت، این کود برای این که بتونه تجزیه بشه و فراوری بشه به نیتروژن و گوجرد نیاز داره. در این صورت اگه بدون فراوری این کود رو استفاده کنید، تمام نیتروژن و گوجردی که در خاک وجود داره اطراف ریشه رو برای اینکه این کود بتونه فرایند پوسیدگی رو کامل کنه میگیره و درخت شما در فصل بهار که موقع استارت به نیتروژن نیاز داره چند بود نیتروژن خواهد داشت و استارت خیلی ضعیفتری نسبت به سایر درختان خواهد داشت. بیشتر کودهای بازاری، دقت کنید بیشترشون، یک دسته از کودهای بازاری که واقعا اورجینال هستند ولی قیمتهای سرسام‌آوری دارن و اصلا به صرفه نیستن، ولی بیشتر کودهای بازاری یا نصفشون تقلبی هستن و اون نصف دیگه‌شون هم اصلا به درد نمی‌خورن. اگه می‌خوای محصول خوب و با کیفیت از باغت برداشت کنی، باید خودت یه فشی به حال خودت بکنی. توی این ویدیو سفت حاصل فراوری کود گوسفندی رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگه احساس کردید که این ویدیو و محتوا براتون مفید بود، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید. و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لینک و سابسکرایب رو معمولاً یا این طرف یا این طرف صفحه میذارم. حالا تنها کاری که باید بکنیم، روی توده رو کمی صاف میکنیم تا بتونیم مواد مورد نیاز مثل گوجرد و کود نیتروژن رو به توده اضافه کنیم که مورد نیاز هستن برای پوساندن کود گوسفندی. برای اینکه سرعت تجزیه بالا بره به نیتروژن نیاز داره. نیتروژن موتور تجزیه رو روشن میکنه. چند نکته کلیدی رو باید رعایت کنید که در ادامه ویدیو بخش بخش خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم و نقش دقیق اوره و گوجرد رو. برای اینکه عناصر بهتر آزاد بشن، محیط باید کمی اسیدی تر بشه، به همین خاطر گوجرد رو اضافه میکنیم. چون گوجرد یه ماده خطرناک شیمیایی هستش، سعی کنید اول یک کنار این رو بریزید، بعد بکنچه پارو این رو روی بستر پخش میکنیم. اگه رطوبت کود دامی پایین بود، مقداری هم آب بهش اضافه میکنیم. حالا این ترکیب رو برمیگردونیم، با هم ترکیب خوب ترکیب بشه. سه چهار روز قبل یه ویدیو گذاشته بودم مخصوص تمیز کردن باغات میوه. راضی به این بود که برچ ها و بقایای مونده رو از داخل باغات خارج می‌کردیم برای جلوگیری از انتشار آفات. چون الان این کود حیوانی که من آوردم خودش کاکلش داره،
نمیخوام زیاد اضافه کنم. اون برجهایی هم که جمع کردید میتونید به ترکیب اضافه کنید. فقط سرعت تجزیه رو 20 روز یه ماه تاخیر داره و دیرتر تجزیه میشه. ولی نتیجهش فوق‌العاده میشه. چون این الان خود ایوانی خودش قاه کلش داره، نمیخوام زیاد اضافه کنم. از گاهی هم داشتید دیدید کمه، میتونید مقدار کود بوره بهش اضافه کنید. در آخر کار هم روی توده رو صاف کنید تا ارتفاع توده بیشتر از 1 متر نباشه. این اندازه در کل همه مراحل ساختش همینه. این رو با این ترکیبات که توی عکس جداگانه داخل ویدیو میذارم، این رو با همین ترکیبات میتونید برای هر مقداری که شما دلتون خواست به مد نظرتون بود تهیه کنید و استفاده کنید در هر مقیاسی. در کل برای 2 تن کود گوسفندی خام به نصف گونی کود اوره نیاز داریم، تقریبا 25 کیلو جرم، و نصف گونی هم گوجرد نیاز داریم تا این فرایند بتونه کامل بشه و تجزیه، عمل تجزیه و فراوری رو بتونیم کامل کنیم و بهش کود خوب میکنیم. ببینیم تمایه توده چقدره. اگه بیشتر بود باید توده رو هم بزنیم. تا دماسنج داره کار خودش رو میکنه من یه توضیح دیگه خدمتتون بدم. نیتروژن ضروری هستش. کود حیوانی معمولا بین 6 الی 9 ماه بدون استفاده از گوجرد و نیتروژن پوسیده میشه، ولی برای ما برای اینکه این فرایند رو تسریع ببخشیم و سریع باشه مقداری نیتروژن اضافه میکنیم. نیتروژن به عنوان سوخت هستش و موتور روشن کننده تجزیه. ما با این کار سرعت تجزیه رو بیشتر میکنیم و فرایند مدت زمان نیاز برای این تجزیه رو پایین میاریم و در 2 ماه انشالله میتونیم این کود رو تجزیه کنیم و آماده استفاده در داخل باغ بشه. حالا بماند، خیلی از دوستان در 1 ماه نمیذارن کامل تجزیه بشه، در 1 ماه این کود رو استفاده میکنن، دلایل قانع کننده خودشون رو هم داره. ولی سرعت تجزیه، زمان نیاز برای تجزیه در این روش 2 ماه هستش. نیاز به پوشوندن توده نیست، فقط نیتروژن رو اضافه میکنیم تا میکروارگانیسم ها بتونن به نفع احسن فعالیت کنن، زوم بگیرن، و گوجرد هم سرعت این تجزیه رو بالا میبره، کمک میکنه تا مواد راحت تر تجزیه بشن و هم نوعی پاکسازی هستش تا توده کودی که ما آوردیم میتونه دارای هر نوع بیماری و آفاتی باشه. این بیمارها و آفات و تخم علف های هزر رو از بین میبره، چون کوده دامی اکثرا دارای بذر علف های هرز هستن. تی این فرایند هم علف های هرز بذرشون به طور کامل از بین میره. حالا بریم ببینیم دمای توده چقدر هستش و نیاز هست که ما این توده رو برگردونیم یا نه. نه، در بخش های بالایی 10 درجه سانتیگراد هستش. یه بارم بخش پایینی رو تست میکنیم. بارم وسط توده رو خالی کردم گذاشتم اونجا، چون دستن هستم نمیتونم مراحل رو تنهایی فیلم برداری کنم، باید دوربین رو کنار بذارم فیلم برداری کار رو انجام بدم بعد فیلم برداری کنم. اینجا سال گذشته من این کود رو فراوری کردم. الان همینجا چی میبینید اینو مصرف کردم. از نشونه های کود حیوانی پوسیده شده رنج تیره اون هستش و بوی شبیه به بوی خاک داره. اون بوی تندی که بوی حاصل بوی آمونیاک هست دیگه اون رو نداره، بافتی مثل این داره. این از کود از سال گذشته مونده.
مقداری گوجرد و نیتروژن کود اوره هم بهش اضافه کرده بودم و الان آماده استفاده بود که داخل باغ پای درخت ها این رو استفاده میکنیم، چون این از سال گذشته مونده، بهترش موقع استفاده از این، چون همه نیتروژنی که برای تجزیه و فراوری این کود استفاده کرده بودیم تبدیل شده و از بین رفته. بهتر است که موقع استفاده از کودهای تجزیه شده که از سال گذشته مونده مقداری نیتروژن و گوجرد موقع استفاده بهش اضافه کنید. الان پای هر درخت همینجور که میبینید من دوتا فروغن ریختم، برای هر درخت به اندازه 150 گرم مخلوط گوجرد و کود اوره استفاده کنید، که البته این رو هم میتونید بهتر هستش در فصل بهار استفاده کنید. حالا من اینا رو ریختم که آروم آروم طی فصل زمستون و بارندگی تجزیه بشن و مورد استفاده درخت در دسترسی ریشه موقع استارت درخت بتونن قرار بگیرن. اوره نیتروژن، درخت نیتروژن رو در موقعی از سال نیاز داره که داره فعالیت خودش رو آغاز میکنه و موقع استارت هستش. بهترین زمان برای استفاده از نیتروژن اون موقع است. بریم ببینیم دمای توده در بخش های پایینی چقدره. تقریبا 20 درجه هستش در بخش های پایینی، هم هیچم کمتر از 20 درجه، همونجوری داره به صورت پایین میاد. اولش 20 درجه بود، اونجا چون میبینید هوا سرده. تقریبا یه هفته دیگه منتظر میمونیم، یه شده هفته دیگه منتظر میمونیم بعد اینکه توده خوب داغ شد بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد رسید، برمیگردیم و توده رو مجدد برمیگردونیم تا بقیه مراحل فراوری رو هم بتونه طی کنه. برای هر کدوم از این ردیف ها هم یه توده مثل این بالای ردیف ها تهیه میکنم و استفاده میم. توده فقط برای این ردیفه، این ردیف هایی که پایین روش میبینید قبلا از کود هایی که از سال گذشته مونده بود ریختم، فقط این نصفه مونده و این ردیف. بقیه کود رو هم انشالله توی تیه 3-4 روز آینده و کامیونیتی ریلی چیزی میاریم و در قسمت های بالا استفاده میکنیم. این رو فقط صرفا به خاطر این آوردم که بتونیم یه ویدیوی تهیه کنیم و نحوه پوسوندن و فراوریش رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح بدیم. پوسیده شده دامی رو همین زوری پای درخت بریزید باز هم نمیتونید نتیجه بگیرید. باید حتما این کود همراه با نیتروژن و گوجرد چالکود بشه. کود حیوانی چه پوسیده شده چه خام بدون چالکود هیچ ارزشی برای درخت نداره. پس حتما سعی کنید موقع استفاده این کود رو چالکود کنید. از دلایل عمده ایم که دمای توده پایین هستش این هستش که رطوبت توده کم هستش، پایین هستش. الان رطوبت این توده نهایتا 20% باشه، باید رطوبت 40% داشته باشه. یعنی وقتی شما یه مشت از کود رو برمیدارید و فشار میدید از هم باز نشه و آبی ازش نچکه. این بهترین درصد رطوبت برای توده و پوسندن کود حیوانی هستش. برای دلیل این هم که آب بهش اضافه نشدیم، رطوبت بهش اضافه نشدیم، این هستش که توی 2-3 روز آینده قرار بارندگی باشه. انشالله که بارندگی باشه یه بخشی از کار هم بارندگی حل میکنه. خب دوستان عزیز، همونطوری هم که خودتون دیدید با یه ذره زحمت و تلاش میتونید این کود گوسفندی رو تبدیل به یک طلای کشاورزی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه احساس کردید که براتون مفید بود و خوشتون اومد، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید. و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لینک و سابسکرایب رو معمولا یا این طرف یا این طرف صفحه میذارم. تا ویدیوی بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با امید دیدار. دوستان عزیز، اگه سوال و پیشنهاد شخصی داشتید میتونید در بخش کامنت ها به ما به اشتراک بذارید و لطف میکنید که بگید از کجای ایران زیبا ما رو تماشا میکنید. تا ویدیوی بعد، به امید دیدار.